لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ تو را از قیامت می پرسند که چه وقت واقع می شود. از یاد کردن آن تو را چه کار است؟ منتهای آن نزد پروردگار توست. جز این نیست که تو کسانی را که از آن روز بترسند بیم می دهی، چون آن را ببینند پندارند در این جهان جز یک شامگاه یا چاشت درنگ نکردند. الله تعالی احوال مردم در روز قیامت را این چنین بیان کرد و پروردگارمان برای ما این چنین بیان کرد که همانا دانستن وقت برپایی قیامت فقط نزد اوست. نه فرشته مقرب به درگاه و نه پیامبر صاحب رسالتی می داند که چه هنگام قیامت برپا می شود. جبرئیل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال می کند که قیامت چه موقع است؟ می فرماید سؤال شونده از سؤال کننده آگاه تر نیست. هنگامی که الله تعالی به اسرافیل امر می کند که در سور بدمد، چون یک بار در سور دمیده شود و در سور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آنها که او بخواهد بیهوش می شوند و بار دیگر در آن دمیده می شود، ناگهان از جای بر می خیزند و می نگرند. جن، انس، حیوانات، پرنده ها، درنده ها، فرشته ها. پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آنها که او بخواهد بیهوش می شوند. هرچه بر روی زمین است دستخوش فناست. پاک و منزه است الله تعالی. اسرافیل را که سور را در دست گرفته امر می کند که در آن بدمد. پس اگر اسرافیل در سور بدمد، هر آن که در آسمان و زمین است بیهوش می شود. پس الله تعالی به ملک الموت می گوید که چه کسی باقی مانده؟ می گوید جبرئیل، میکائیل و اسرافیل و من باقی ماندیم و تو که حی و زنده هستی و هرگز نمی میری. پس الله می گوید ای ملک الموت، روح جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را بگیر. پس ملک الموت ارواح آنها را قبض می کند. پس الله تعالی به او می گوید که چه کسی باقی مانده؟ می گوید که تو باقی ماندی که زنده هستی و هرگز نمی میری. پس الله تعالی به ملک الموت می گوید که جان خود را بگیر. پس ملک الموت جان خود را قبض می کند و کسی بجز الله که حی و زنده است نمی ماند. جن و انس مردند. دائمی بودن بقا و عزت و کبریا و عظمت از آن اوست و همه بندگان خود را در دایره فنا نهاد و آنچه بخواهد را بر آنها می نویسد، اینکه اهل سعادت باشند یا اهل شقاوت. زنده‌ای که هرگز نمی میرد. پاک و منزه است، ملک با عظمت اوست که باقی میماند. پروردگار ما از دو وجل باقی میماند. پس الله تعالی میفرماید من پادشاه هستم. جباران کجایند؟ متکبران کجایند؟ ملک از آن کیست؟ پس هیچ کسی جوابش را نمیدهد. پس خود جواب می دهد و می گوید از آن
الله واحد و قهار است. سپس مردم ما بین دمیدن اول و دوم 40 میمانند. به ابو هریره که راوی حدیث است گفته می شود که 40، گفت نمی توانم بگویم. گفته شد که 40، گفت نمی توانم. 40، گفت نمی توانم بگویم. یعنی نمی دانم، به همین خاطر نمی توانم. نمی دانم که بین دو دمیدن در سور 40 است یا 40 یا 40 یا 40، نمی دانم. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بین دو دمیدن در سور 40 فاصله است. بار اول در سور دمیده شد، پس هر آن کس که در آسمان و زمین است بیهوش شد. سپس الله تعالی به دمیدن دوم امر می کند. بین دو دمیدن الله تعالی بارانی می فرستد که از آن اجساد بنده ها می روید. کسانی که از هزاران سال مردند و از آنها بجز عجب و زنب در قبرشان باقی نمانده است. عجب و زنب آخرین مهره از ستون فقرات است. آخرین مهره. آن بذری خواهد شد که جسد از آن می روید. همانند گیاه تراتیس. یعنی همانند نوعی از گیاهان معروف است. گیاهی که از زمین خارج می شود و همانند انسان ایستاده می ماند. الله تعالی می فرماید و در سور دمیده شود، پس هر آن که در آسمان ها و زمین است جز آنها که او بخواهد بیهوش می شوند و بار دیگر در آن دمیده می شود، ناگهان از جای بر می خیزند. صدا می زنند وای بر ما. اینان انتظار یک بانگ سهمناک را می برند تا بدان هنگام که سرگرم ستیزه هستند فرو گیردشان. یعنی در حالی که با هم منازعه می کنند، دمیدن اول آنها را دربر می گیرد، آنچنان که یارای وصیتی نداشته باشند و نتوانند نزد کسان خیش بازگردند و آنان از قبور بیرون می آیند. قبری در کوه و قبری در دشت و ممکن است بعضی را درندگان خورده باشند و بعضی را ممکن است ماهی ها در دریا خورده باشند. هر انسان و هر جسدی حال خود را دارد و از قبر بیرون می آیند. جسدی در قبر و جسدی در شکم ماهی و جسدی در ته دریا، همه از قبرهایشان بیرون می آیند. پس به یکدیگر نگاه می کنند و می گویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاه های من برانگیخت؟ به آنها گفته می شود این همان وعده خدای رحمان است و پیامبران راست گفتند، جز یک بانگ سهمناک نخواهد بود. بار دوم در سور دمیده می شود، در حالی که آنها پا برهنه و اوریان و بدون ختنه هستند، همان گونه که برای نخستین بار آفرینش را آغاز کردیم آن را دوباره تکرار می کنیم. و این همان وعده خدای رحمان است و پیامبرمان راست می کنیم. آنها از قبور خود خارج می شوند، اما چه کسی قبل از همه بیدار می شود؟ مردی از یهود وارد مدینه شد و با مردی از مسلمانان برای خرید چیزی شروع به مذاکره کرد. پس آن یهودی به مرد مسلمان گفت نه، قسم به کسی که موسی را بر سایر بشر برتری داد. پس مرد مسلمان تعجب کرد، چرا که می دانست همانا کسی که برتر از همه پیامبران است محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. پس در گوش او زد و گفت بلکه محمد را بر سایر انسانها برتری داد. و مرد یهودی خشمگین شد، می خواست که شکایت کند، اما نزد چه کسی؟ پس نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفت که از این مسلمان شکایت کند، از این مسلمانی که در دفاع از رسول الله در گوش او زد. پس پیامبر اکرم وارد شد و گفت که من با فلانی خرید و فروش می کردم. پس گفتم قسم به کسی که موسی را بر سایر انسانها برتری داده. پس مرد مسلمان گفت ای رسول الله، بلکه الله تو را بر انسانها برتری داده. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام دمیدن دوم در سور سلام و صلوات الله بر او باد، در حالی که دمیدن در سور را ذکر کرد فرمود پس من از جا بر می خیزم. سلام و صلوات الله بر او باد از قبر خود زنده می شود، همان گونه که دیگر مردم زنده می شوند، در حالی که موسی یک پایه
از پایه های عرش را گرفته، پس نمی دانم. آیا او قبل از من بیدار شد؟ یا بعد از من؟ یعنی در هنگام دمیدن دوم در سور، آیا موسی بیدار شد؟ بعد از آن من بیدار شدم؟ یا قبل از آن؟ نفخ طور چیست؟ موسی علیه السلام قوم خود را رها کرد تا اینکه تورات را دریافت کند و الله تعالی تورات را با دست خود برای موسی نوشت. پس موسی علیه السلام رفت تا تورات را دریافت کند. پس الله تعالی با او سخن گفت. چون موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، موسی از کلام با الله انس گرفت. با این صحیفه های مطهر و با عظمت در بین دستان خود مأنوس گردید. گفت ای پروردگار من، بنمای تا در تو نظر کنم. اینقدر برای تو نماز خواندم و عبادت کردم و به درگاه تو تقرب جستم و در راه تو سختی دیدم. آنقدر به تو مشتاق شدم و آنقدر تو را دعا کردم و آنقدر از تو ترسیدم و تو را دوست داشتم و در پیشگاه تو گریستم. پروردگارا، می خواهم تو را ببینم. گفت ای پروردگار من، بنمای تا در تو نظر کنم. این کوه کر و سر به فلک کشیده، صخره های غلیظ و زمخت، اگر توانست دیدن الله عظیم و جلیل را تحمل کند، پس تو نیز خواهی دید. پس موسی شروع به نگاه کردن به کوه کرد. به این سنگ ها و صخره های عظیم نگاه کرد. چون پروردگارش بر کوه تجلا کرد، کوه را خرد کرد و موسی بیهوش افتاد. پس هنگامی که بیدار شد، گفت چون به هوش آمد، گفت تو منزهی، به تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم. تو منزهی، به تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم. تو منزهی، به تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم. تو منزهی، به تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم. گفت ای موسی، من تو را به پیام هایم و سخن گفتنم از میان مردم برگزیدم، پس آنچه را به تو دادم فراگیر و سپاس گذاران باش. برای او در آن الواح هر گونه اندرز و تفصیل را به صورت کامل نوشتیم. موسی علیه السلام از دیدن متلاشی شدن کوه بیهوش شد. هنگامی که الله بر کوه تجلا کرد، موسی بیهوش شد. پس پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم میگوید نمیدانم هنگامی که بار دوم در سور دمیده می شود و مردم بلند شدند و من برخواستم، میبینم که موسی به یکی از پایه های عرش را گرفته است. پس نمیدانم آیا او قبل از من برخواسته و من بعد از او، یا این که همانا بیهوشی در تور برای او کفایت کرد. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم از قبر مبارک خود بیدار می شود. ابوبکر بیدار می شود. عمر بیدار می شود. عثمان بیدار می شود. علی، طلحه، زبیر، انس، ابو هریره، صحابه‌ای که یار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند بیدار می‌شوند و ابراهیم علیه السلام از قبر خود به هوش می‌آید و موسی علیه السلام از قبر خود بیدار می‌شود. لوط، صالح، هود، شعیب، الیسع، یوشع، الیاسین، همه پیامبران از قبور خود بیدار می‌شوند و همچنین فرعون و قارون و نمرود و ابولهب و ابوجهل و امیه ابن خلف و ابی ابن خلف
از قبور خود بیدار می شوند. اما مؤمنان را پریشانی بزرگ اندوهگین نمی کند و فرشتگان به استقبالشان می آیند. این همان روزی است که به شما وعده داده می شد. امروز روز پاداش است. امروز روز جزا است. امروز روز خوشحالی است. امروز روز خوشبختی است. تو کسی هستی که به اندازه دید چشمت در قبر برای تو وسعت مهیا شد. پس تو میگویی پروردگارا قیامت را نزدیک گردان تا آنکه به سوی خانواده و اموال خود برمیگردم. اینک قیامت برپا شد تا آنکه منتهای تو بهشت باشد. اما دیگران میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاه های من برانگیخت؟ پس گفته می شود این همان وعده خدای رحمان است و پیامبر من راست گفته بودند. شما وعده الله را دروغ می خواندین و رسولان را به دروغ متهم کردین. این همان وعده خدای رحمان است. پیامبر من راست گفته بودند. جز یک بانگ سهمناک نخواهد بود که همانا نزد ما حاضر می آیند. دروغ گفتی، سرقت کردی، ظلم کردی، تکذیب کردی، کفر ورزیدی، کار زشت انجام دادی. آن روز به کسی ستم نمی شود و جز همانند کاری که کرده اید پاداش نمی بینید. و الله تعالی در اون روز به آنها می گوید امروز ظلمی وجود ندارد. امروز ظلمی وجود ندارد. مردم در پیشگاه پروردگار عالمیان برمی خیزند و پروردگار ما از ذو وجل، از آسمان، برای جدایی بین بندگان خود نازل می شود. عرش او را 8 تا بلند می کنند. عرش الله تعالی عظیم است. عرش الله تعالی عظیم است. سلام و صلوات الله بر او باد فرمود. آسمان ها و زمین در مقابل کرسی همانند حلقه است که در صحرا انداخته شده. همان گونه که اگر حلقه را بیاوری و در صحرایی بیندازی، این حجم آسمان ها و زمین به نسبت کرسی است و کرسی در مقابل عرش همانند دانه‌ای در داخل دست است. عرش الله تعالی عظیم است. عرش الله تعالی بسیار عظیم است. و فرشته هایی عظمت آن را حمل می کنند. پس او پروردگار عرش عظیم است. الله سبحان و تعالی برای قضاوت و جدایی بین بندگان خود نزول می کند. در حالی که در بین آنها عرب و عجم وجود دارد و در بین آنها سیاه و سفید و سرخ و زرد وجود دارد. انواع مختلفی هستند. در بین آنها کسانی هستند که کوچک از دنیا رفتند و در بین آنها کسانی هستند که بزرگ از دنیا رفتند. بیگمان زلزله قیامت چیز بزرگی است. روزی که آن را ببینید هر شیردهی از آن که شیرش می‌دهد غافل می‌شود و هر مادر بارداری سخت جنین می‌کند و مردم را مست می‌بینی، حالان که مست نیستند، بلکه عذاب خدا بسیار سخت است. روزی که سر خردسالان سفید می‌شود، هیچ گونه خیشاوند و نسبتی در میان آنان نمی‌ماند و در آن روز از همدیگر نمی‌پرسند. روزی که آدمی از برادرش می‌گریزد و از مادرش و پدرش و از زنش و فرزندانش، هر کس را در آن روز کاری است که به خود مشغولش دارد. چهره هایی در آن روز درخشانند، خندانند و شادانند و چهره هایی در آن روز غبارآلودند. الله تعالی برای جدایی افکندن با قضاوت بین بندگان نزول می کند. مردم منتظر قضاوت هستند و خورشید به خلایق نزدیک می شود تا آنکه فاصله آن از آنها به مقدار 1 میل می شود.
راوی میگوید نمیدانم آیا منظور از آن یک میل مسافت زمین است یا اینکه میله سرمه است. میله سرمه ممکن است از طول انگوش بلندتر نباشد. نمیدانم آیا منظور از آن یک میل مسافت زمین است یا آنکه میله سرمه است. و مردم عرق می کنند و عرق آنها به اندازه اعمال آنهاست. پس چگونه پروردگارمان با قضاوت بین آنها جدایی می افکند و چگونه مردم توسط پیامبران نزد پروردگارمان شفاعت می جویند و چگونه اعمال بندگان وزن می شوند و صحیفه های اعمال چگونه به پرواز در می آیند. به الله قسم همه اینها دارای خبری بس بزرگ است. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن شيئا مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه.